سایت حکومتی تابناک گزارش کرده که زمین زیر پای مدارس اصفهان خالی است. ترک بر سقف و دیوارهای کلاس‌های درس، آزمایشگاه، نمازخانه، آبخوری و راهپله‌ها نقش بسته و شکاف‌های عمیق بر در و دیوارهای حیاط و آسفالت زمین مدرسه خودنمایی میکنه. اشاره کرده به وضعیت فرونشست. امروز همراه میشیم با دکتر خلیل خانی، استاد گیاهشناسی و اکولوژی. میخوایم بیشتر ازشون بشنویم که وضعیت فرونشست الان در ایران چطوره. سلام میکنم به شما آقای خانی، خیلی خوش آمدیم به برنامه ما. من هم سلام میکنم خدمت شما و از این برنامه بسیار خوب ایران آزادی تشکر میکنم و همینجور اجازه بدید که یادی بکنم از قهرمانان پنج مهر سال 1360 که زمین را در تهران زیر پای خمینی به لرزه در آوردن. بله. درود بر آن قیام آفرینان و درود بر شهدای روز پنج مهر. بله، بسیار عالی، خواهش میکنم. آقای دکتر، ابتدا میخواستم بپرسم که اگه ممکنه برامون کوتاه توضیح بدین که مدارس تو اصفهان اونم در شروع سال تحصیلی با این وضعیت فرونشست چه شرایطی دارند؟ عرض کنم به حضورتون که اجازه بدید من یه تعریف خدمت شما بدم از فرونشست زمین. به این فرونشست زمین به طور کلی حرکت عمودی زمین هست که این میتونه به صورت موضعی باشه که بهش میگم فروچاله یا فروریزش، یا میتونه به صورت منطقه‌ای باشه که هم فرونشست دشت هست. ببینید این وضعیت فرسایش زمین چیزی هست که بهش یعنی سالیان سال در ایران اتفاق می افتاد. یعنی اگر شما مثلا 10 سال پیش به منطقه خانه اصفهان می رفتید، ترک های بسیار وسیع در و دیوار، روی زمین، آسفالت خیابان و همه جا می دید. خب علت این قضیه چیه؟ علت این قضیه وقتی شیره زمین که اون آب زیرزمینی باشه از توی زمین کشیده میشه و اون حفره‌هایی که آب درونشون انبار بوده خالی میشه، این لایه‌های بالایی زمین فشار میارن و به صورت فرونشست اگر بافت ریز باشه یا به صورت فروچاله به ظهور میکنن. ببینید الان فقط اصفهان نیست که با این موزل روبروه. بله، بسیار دردناکه برای اینکه بافت‌های سنتی شهر اصفهان و همینجور شهر شیراز، علاوه بر این شیارهایی که در دشت مهیار اصفهان مشاهده شده یا چیزی که در اطراف تهران اتفاق میفته. ببینید الان فرونشست زمین در اطراف تهران به بالاترین حد خودش در جهان هست. یعنی چیزی در حدود بر اساس اینکه چه کسی آمار میده بین 30 تا 50 سانتی‌متر دشت ورامین یا دشت‌های اطراف تهران دارن نشست میکنن. و علت اساسی این سیاست‌های خائنانه‌ای هست که به وسیله سپاه پاسداران مدیریت میشه. ببینید آب‌های ایران، آب‌های سطحی، به خاطر اینکه پول بسیار زیادی درشون وجود داشته به سپاه پاسداران واگذار شده و سپاه پاسداران تونسته سطح‌های بی‌رویه و بدون حساب و کتاب در جاجای ایران بزنید. که این سد زدن ها نه تنها باعث میشه که رسوبات پشت سد هم باشه بشه و سدها را از حیز انتفاع خارج بکنه، بلکه به سر رودخانه ها را هم منبعی برای ریزگرد ها به وجود میاره. بله. و وزارت نیرو متاسفانه باز هم همون سردار پاسدار ها هستن که اونجا میشینن، مسئول آبهای زیرزمینی هستن و اینها خب دنیای رشوه و اختلاس
رژیم جمهوری اسلامی بر همه واضح و مسلمه. هر کسی که بالاخره پولی بده میتونه چاه عمیقی بزنه. چاه های عمیق ایران از 60,000 تا در زمان انقلاب به بیش از 1,000,000 افزایش پیدا کرد. خب الان بر اساس آماری که میدن میزان آبهای زیرزمینی ایران در دشت‌های مختلف از 1 تا 1.5 متر کاهش پیدا کرده که همین دلیل واضحی هست برای فرونشست زمین، برای فرونشست دشت‌ها و همینجور این شعارهایی که شما در جای تخت جمشید یا بافت‌های سنتی اصفهان می‌بینید. بله آقای دکتر، حالا با این وضعیت که خب مشخص شما اشاره کردین که خیلی هم خطرناک است، خب تکلیف دانش آموزا چیه؟ یعنی چه پیامدی این شرایط برای دانش آموزان داره؟ ببینید به طور کلی فرونشست زمین و فروچاله ها را بهش میگن زلزله خاموش، چیزی هست که خلاصه اثراتی از آنها دیده میشه ولی به طور ناگهانی ممکنه که جان بسیاری از انسان ها را بگیره. همون چیزی که در فروچاله هایی که در تهران به وجود اومده و ساختمان های بسیار بلندی را در خودش محو کرده. یعنی ممکنه که همین الان با این وضعیت روبرو باشیم که مثلا کل مدرسه در آن واحد فرو بریزه و معلوم میشه کسانی که اون دانش آموزای بیچاره ای که در اونجا قرار دارن چه وضعیتی خواهند داشت. ببینید اینها مسائلی هست که اگر یک رژیم مردمی در یک مملکتی حاکم باشه میتونه بهش رسیدگی بکنه. الان گزارش علمی وجود داره که مثلا ژاپن تونسته یک دشتی را به اون حالت طبیعی خودش برگردونه. در ایران هم اولین کاری که میکنه اینه که باید جلوی این سیاست خائنانه چاهای عمیق ها بگیرن. ولی خب متاسفانه یک مانع بزرگی وجود داره بر سر راه که بهش میگم ولایت فقیه. و تا این سیاست برطرف نشه واقعا با جان و زندگی مردم همونجوری که میبینیم. مگر با کرونا چی بود که گفتم ورود هر گونه واکسن ممنوعه؟ یعنی رژیم با سیاست‌های خائنانه‌اش به تمام هست و نیست مردم دامن میزنه. از جمله تخریب محیط زیست. آقای دکتر، البته این سوال سوم شما بخشیش رو در انتهای این صحبتاتون پاسخ دادیم، ولی خیلی کوتاه چون وقتمون هم کمه میخواستم بپرسم که چرا واقعا رژیم هیچ اقدامی نمی کنه و ما هر سال شاهد پیشرفت این پدیده هستیم؟ خب این سوال بسیار خوبیه. این آدم میتونه در جوامع دموکراتیک از دولت‌هایی که منتخب مردم هستن این سوال رو بکنه. ولی خب رژیم ایران در کجای برنامه‌هاش مردم ایران رو محسوب کرده که در این مورد محسوب بکنه؟ ببینید از اون جنگ ضد میهنیشون گرفته، از رئیس جمهورشون که جلاد زندانی سیاسی در سال 1367 بوده و سیاست‌های اقتصادی اجتماعی هر کدومشو که شما در نظر میگیرید، مگر رژیم کاری کرده؟ مگر برای ریزگردها برنامه‌ای داشته؟ کدوم درخت را کاشته؟ کدوم مرتع را آباد کرده؟ کدوم برنامه ضد مردمی خودش رو تعطیل کرده؟ در صورتی که خب میزان بارندگی ایران که تفاوتی نکرده، چرا ایران با بحران کم آبی مواجه شده؟ دلایل همه اینها در سیاست‌های خائنانه و مدیریت جنایتکارانه سپاه پاسداران و خود خامنه‌ای نهفته است. بنابراین از یک رژیم ضد مردمی ما چه انتظار داریم که بیاد و خدمتی برای مردم بکنه؟ یا اصلا اون چه که در این رژیم اهمیت نداره زندگی و آسایش مردمه. بنابراین به همین دلیل چون سیاست هاش در تناقض کامل با
با خواست مردم قرار داره هیچ براش بی تفاوته. بله. هیچ کاری هم نمی کنه. بله خیلی ممنون. در سیستان بله بله بفرمایید. بله بله نگاه کنید در سیستان و بلوچستان چه وضعی است. در جای ایران همونجوری که گفتم دشت اصفهان، دشت پارس، مهیار، دشت مایان تبریز، همه اینها این شرایط رو دارن. بله. و خب رژیم توانایی انجام کاری رو نداره، برای اینکه بینش مردمی نداره، برای اینکه یک رژیم منتخب مردم نیستش. بله خیلی ممنون آقای دکتر، تشکر میکنم از شما، سپاسگزارم از اینکه وقتتون رو امروز به ما دادین و در برنامه ما شرکت کردید. من هم از شما سپاسگزارم به خاطر فرصتی که به من ارائه دادید که بتونم صحبت با شما داشته باشم. خدا نگهدار. خدا حافظ.